درود بر شما. با یکی دیگه از برنامه‌های مهستان ایران پایدار در خدمتتون هستیم. برنامه‌هایی که در اون خدمت اساتید، اندیشمندان و کنشگران حوزه‌های مختلف در ایران می‌رسیم تا روایت اونها از ایران و پاسخ اونها به پرسش‌های کلیدی مجموعه ایران پایدار رو جویا بشیم. پرسش‌هایی چون ایران چیست و با چه ویژگی‌هایی تعریف میشه؟ وضعیت کنونی ایران چگونه است؟ این وضعیت نتیجه اثر چه عواملیه؟ و چه راهکارها و راهبردهایی برای بهبود وضعیت ایران و رسیدن اون به جایگاهی که شایسته این سرزمین هست وجود داره. یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین ویژگی‌های ایران ادبیات و فرهنگ ایران زمینه که شاید از منظر برخی روشنفکران و برخی اندیشمندان مهمترین، کلیدی‌ترین و پایه‌ای‌ترین ویژگی ایران هم هست که راز ماندگاری ایران در طول تاریخ رو فراهم کرده. در این برنامه میهمان ما جناب آقای دکتر میر جلال الدین کزازی هستند. شاهنامه پژوه و یکی از اساتید برجسته حوزه ادب و زبان پارسی. درود جناب آقای دکتر کزازی، سپاسگزارم که دعوت مجموعه ایران پایدار رو پذیرفتید و امروز در 28 دی ماه در خدمتتون هستیم. اگر سخن مقدماتی با بینندگان برنامه هست بفرمایید تا بعد بریم سراغ پرسش‌های ما از شما. من هم به شما و به یکایک همکارانتان درود میگویم. آرزوی کامگاری و بختیاری پایدار دارم برای شما، زیرا هر کس که به ایران میاندیشد میکوشد که این سرزمین را به شایستگی در مرز توان خویش هم خود بشناسد، هم به دیگران بشناساند، در چشم من گرامی است. از گفتگوهایی که در این چند روز در میانه من و شما انجام گرفت، من دریافتم که این نهاد فرهنگی پژوهشی نهادی است که همین آرمان و آماج را دارد. آن انگیزه نیرومند شد که خواست شما را برآورم، بپذیرم که در این نشست با شما به گفتگو بنشینم، زیرا نشستی است که در چشم من بسیار ارجمند است. چرا؟ زیرا که در آن سخن از ایران است. دلاویزترین، شررخیزترین، شورانگیزترین سخن در چشم من سخنی است که درباره این سرزمین باشد، به ویژه فرهنگ ایرانی. این آغازی بود، دیباچه‌ای بود بر گفتاری که خواهیم داشت. سپاسگزارم آقای دکتر. اولین نکته‌ای که به نظر من یک شنونده یا یک کسی که در حقیقت با شما گفتگو می‌کنه شاید اون احساس بهش دست میده این هست که آگاه میشه به اینکه چقدر دانش ما و آگاهی ما و تسلط ما به زبان پارسی، یعنی دانش و آگاهی اون مخاطب و شنونده صحبت شما نسبت به زبان پارسی اندکه، به خاطر اینکه واژگان خوشاوایی و واژگان کهنی در کلام شما جاری میشه که به نظرم این حس رو به مخاطب میده. بنابراین من فکر میکنم در ابتدای سخن حتماً باید به این فقر دانش خودم نسبت به زبان پارسی اقرار بکنم و از شما پوزش بخوام که شاید در بخشایی از برنامه کلماتی رو به کار میبرم که ممکنه در اندیشه شما کلماتی بسیار خوش آهنگتر، کهن‌تر و زیباتر برای جایگزینی اون وجود داشته باشه. اگر موافق باشید آقای دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ روایت شما از ایران و پاسخ به اون پرسش‌های کلیدی که به نظرم سخنان بسیار جذاب و شنیدنی حتما برای من و مخاطبان این برنامه خواهید داشت،
بپردازیم به روایتی از زندگی خودتون و فرازهای مهمی که از سال 1327 تا امروز طی شده که یکی از بزرگان زبان و ادب پارسی در تاریخ ایران معاصر به نام میر جلال الدین کزازی در حقیقت بروز و ظهور پیدا بکنه. اگر امکان پذیر باشه یک روایتی از زندگی خودتون بفرمایید تا بعد بریم سراغ پرسش‌های چهارگانه مجموعه ایران پایدار. خب درباره زیست نامه خیش من بارها سخن گفتم، چندین بار کوتاه یا فراخ نوشتم، در دسترس هر خواستاری که بخواهد با اون آشنا بشود به آسانی نهاده شده است. اما اگر بخواهم اونچنان که شما پیشتر به من گفتید ستیقها یا به گفته شما فرازهای زندگانی خود را برشمارم، با بینندگان و شنوندگان گرامی که به هیچ گمان مردمانی دانا دل، ایران دوست، اندیشمندند، زیرا اگر چنین نمی بودند چشم و گوش بدین برنامه نمی نهادند. در میان بگذارم. خوب شاید این بخش‌های فرازین زندگانی پرشمار باشد، اما من اون فرازناها را سخت کوتاه یاد می‌کنم. واژه فرازنا را من به جای واژه اوج که وام واژه است به کار می‌برم. فرازنا در برابر فرودنا که حزیز است. نخستین فرازنا در زندگانی من آن است که من در خانواده ای چشم به جهان گشودم که خانواده فرهنگ بود. من از سالیان خردی با ایران و فرهنگ و پیشینه ایرانی و زبان و ادب پارسی آشنایی گرفتم. میباید بر این نکته نقض انگشت بر نهم که یکی از وابستگان به دودمان کزازی، روانشاد سید حسین کزازی، بنیادگذار نخستین آموزشگاه دخترانه در شهر زادگاه من کرمانشاه بوده است. او که مردی بود ایران دوست، آزادی خواه، فراخندیش، نماینده مردم کرمانشاه بود در نخستین و دومین مهستان یا مجلس شورایی که سامان داده شده بود، چندی هم سرپرست بخش فرهنگی و هنری بود در کرمانشاه،
آموزشگاهی دخترانه را بنیاد نهاد، جان خیش را هم بر سر این کار بزرگ و بیمانند. تیر دلان، دشمنان ایران، کسانی که نمیخواستند این سرزمین به دانچه میباید رسید، میتواند رسید، برسد، جوانی زود باور ساده دل را فریفتند، تپانچه‌ای به او دادند، او در خم کوچه ای شب هنگام در کمین نشست و آن بزرگ مرد را تیر زد. او 3 روز پس از آن درگذشت. هنگامه ای در کرمانشاه برانگیخته شد. به هر روی من در چنین خانواده ای چشم به دیدار جهان گشودم. روانشاد پدر همچنان مردی بود بسیار دلبسته ایران. او بود که مرا با جهان ایرانی آشنا کرد. کتابخانه ای را سامان داده بود که بیشینه کتاب‌ها در این کتابخانه درباره تاریخ ایران بود، دیوان‌های سخن پارسی به بسندگی در آن گرد آورده شده بود. از آن روی که به زبان و ادب فرانسوی هم روانشاد پدر گرایش داشت، شاهکارهای ادب این زبان هم به فراوانی در کتابخانه دیده میشد. او مرا از سالیان خردی پیش از آن که حتی به دبستان بروم با فرهنگ و ادب ایران و در پی آن جهان آشنایی داد. اون زمان هفت نامه هایی برای کودکان به چاپ می رسید. داستان های ایرانی یا داستان های پرآوازه کشورهای دیگر به شیوه نگارین در این هفت نامه ها به چاپ می رسید. من با دیدن اون نگاره ها با شاهکارهای ادب ایران و جهان آشنا شدم. از زمانی که خواندن توانستم، یار هموار در کنار من کتاب شد. هر کتابی را آزمندانه می‌خواندم. پیوند من با کتاب به گونه‌ای بود که خیشان، دوستان، آشنایان می‌گفتند ما هرگز فلانی را ندیده ایم مگر اون که کتابی در دست داشته است. اون چه هم اکنون میخواهم گفت برای بسیاری از کسان داستانی آشناست، زیرا چند بار از آن یاد کرده ام. یکی از یادمانهای اون سالیان است، سالیان نوجوانی. ما در پیرامون کرمانشاه در جایی که درو فرامان نام دارد دهی داشتیم،
خب هر زمان که روز آسایش بود به این دهستان می رفتیم. در این ده که شلان نام داشت درختی تناور رسته بود در کنار جویباری. من این درخت را بسیار خوش می داشتم، بر آن فرا می رفتم. در میان شاخه های این درخت دو شاخه ستبر در راستای هم رسته بودند. من بر شاخه فرازین می نشستم، پای خود را بر شاخه فرودین می نهادم. در اون جهان پندارهای ساده دلانه کودکی می انگاشتم که خلبان بیباکم در پهنه های آسمان، می تازم در کشتی هوایی. در اون سالیان در یکی از این ماهنامه ها به همون شیوه نگارین داستان خلبان بیباک چاپ میشد. روانشاد پدر داستان سه تفنگدار الکساندر دوما، نویسنده نامدار فرانسوی را که در پیوست یکی از ماهنامه های نامدار آن روزگار چاپ می شد، به شیراز بندی داده بود که اونها را در پیکره کتابی سامان بدهد. این کتاب که اندازه ای کمابیش خورد داشت، به کتابی پربرگ ستبر دیگرگون شده بود. یکی از بخش‌های داستان ستوفنگدار. در یکی از این روزهای گشت و گذار من این کتاب را برداشتم، به رنج، چون به دستی می‌بایست کتاب را می‌گرفتم. از تنه درخت فرا رفتم، در کشتی هوایی جای گرفتم و آغاز نهادم به خواندن. خواندن مرا در رو بود و با خود برد. فراموشم شد که دروا در هوا هستم، بر فراز درخت. پای خود را از اون شاخه زیرین برداشتم، فرو افتادم. خوشبختانه شاخه دیگری که اون هم به شیوه ستانی افقی رسته بود، مرا از افتادن باز داشت. اگر اون شاخه نمی بود، به گمان بسیار من هم اکنون در اینجا ننشسته بودم که با شمایان سخن بگویم. خوب، اگر من در خانواده دیگر به جهان می آمدم که فرهنگی نبودند، گرایش های دیگر داشتند، بیگمان هر اونچه هستم نمیتوانستم بود. این یکی از فرازناهاست در زندگانی من. همه ما میدانیم که برترین، بنیادین ترین سالیان در زندگانی هر کس
سالیان کودکی است. این سالیان به بنیاد میماند سازه ای را که زندگانی ماست. اگر آن بنیاد نباشد هیچ سازه ای پدید نخواهد آمد، بر جای نخواهد ماند. نکته نغز آن است که بنیاد که شالوده سازه است نهفته است. اون چه به چشم می آید بخش برونی است، اما اگر اون بخش نهانی نباشد، اون بخش برونی هم به ناچار نخواهد بود. سالیان کودکی بنیاد سازه ایست که زندگانی ماست. حتی زمانی خبرنگاری از من پرسید آیا میانگارید که ویژگی های پیرامونی کرمانشاه کار کردی در پیوند تنگ شما با رزمنامه و شاهنامه دارد؟ من اندکی اندیشیدم، گفتم آری. کرمانشاه شهریست باستانی، تاریخی، پیرامون آن را با روحایی از کوههای بلند گرفته است. من در شهری کوهستانی زاده شده ام، زیسته ام، بالیده ام. اگر در دشت میزادم و میزیستم، شاید پیوندی با رزمنامه نمی داشتم. فرازنای دیگر که می توانم بر اون انگشت نهاد، پیوند زناشویی من است. من زمانی که دانشجو بودم با دوشیزه تهرانی پیوند گرفتم. می توانم گفت بانوی من بنیادی دیگر بود زندگانی مرا. اگر اون نمی بود، من آنچه همکنون هستم نمی توانستم بود. او بود که زمینه را برای من به شایستگی فراهم آورد، زمان بسنده را به من ارزانی داشت که من به کارهای خیش بپردازم. بارها گفته که بهره او در آنچه من کرده ام بیش از خود من است. من صد و اندی کتاب تا کنون نوشتم، یا به پارسی برگردانیدم، یا اگر شاهکار ادبی بوده است ویراستم. چند دفتر سروادین، دفتر شعر از من چاپ شده است. سه داستان بلند زیست نامه ای نوشتم. سرگذشت سه تن از چهره های نامدار بی همانند ورجاوند ایران را در این سه داستان آشکار داشتم. یکی فرزند ایران نام دارد، سرگذشت فردوسی است. دو دیگر پدر ایران که سرگذشت شهریار نامبردار هخامنشی
کوروش بزرگ است. سه دیگر مخشور ایران که سرگذشت زرتشت، مخشور باستانی ایرانی در آن نوشته شده است. شایسته می دانم این نکته را هم با شما در میان بگذارم، هر چند بار از اون یاد کرده ام. هنگامی که این سه داستان چاپ شد، خبرنگاری دیگر از من پرسید که چهارمین کدام است؟ کدامین سرگذشت را چشم می باید من داشت؟ من درنگی کردم که پاسخ بدهم، اما به ناگاه اندیشه ای در هوش و یاد من رخشید، اندیشه ای که از اون پیش بدان نپرداخته بودم. گفتم این سه تن چهارمینی ندارند. اگر شما یا هر کسی دیگر چهارمینی یافتید که همسنگ و همساز و همپایه باشد با این سه تن، شادمان خواهم شد اگر به من بگویید. من داستان او را هم خواهم نوشت. اون اندیشه که در ذهن من در پی این پرسش پاسخی که بدان میخواستم داد رخشید این بود: فرایاد سه بوخت آمدم، سه بنیاد رستگاری در آیین کهن ایران. هومت اندیشه نیک، هوخت گفتار نیک، هوورشت کردار نیک. گفتم که زرتشت نماد اندیشه نیک است، فردوسی نماد سخن نیک، کوروش نماد کردار نیک. این سه چهارمینی ندارند. هنگامی که من سرگذشت این سه بزرگ بیمانند را می نوشتم، به این نکته باریک نقض ناب نیندیشیده بود. به هر روی، اگر این بانوی فرخنده خوی نمی بود، من نمی توانستم صد و اندی پوشینه کتاب بنویسم. هر اون چرا من چونان شوهر، چونان پدر می بایستم کرد، او انجام داده است. خود گاهی شوخ می گوید که من تو را در لای پرغو بالانده‌ام، پرورده‌ام. براستی چنین است. من هیچ خارخاری در این سالیان نداشتم جز پرداختن به فرهنگ و ادب و پیشینه ایران. این هم فرازنایی است دیگر. به هر روی، زمان کوتاه است. من این بخش را به فرجام می آورم تا بتوانیم به
بخش‌های دیگر هم بپردازیم. سپاسگزارم آقای دکتر. پرسشی که شاید به ذهن مخاطبان و کسانی که با شما دیدار میکنن و صحبتاتون رو میشنوند ممکنه برسه این هست که چرا آقای دکتر کزازی اینچنین روی استفاده از کلمات وسواس و حساسیت دارن و این حساسیت و این وسواس چرا به وجود اومده؟ از چه زمانی شکل گرفته و چرا شما این همه تأکید دارید بر روی استفاده از واژگانی که خوشاهنگ هستند اما طبیعتاً به این شیوه و به این گونه سخن گفتن ممکنه که برای هر کسی دشوار باشه و انرژی خیلی زیادی رو از فرد بگیره؟ البته میشه اینطور طرح کرد که اگر از کودکی افراد به همین شیوه عادت بکنن و با همین شیوه سخن بگن طبیعتاً اون سختی که برای کسانی که با اون آشنا نیستند وجود داره الان دیگه وجود نخواهد داشت. اما میخواستم اگر امکان داره برامون در مورد این سخن بگید که از چه زمانی احساس کردید که واژگان به نظر میرسه که در حقیقت وقتی که آدم با شما صحبت میکنه احساس میکنه که واژه و کلمه برای شما حرمت داره و تقدس داره و نمیشه به هر آهنگی و به هر ترتیبی اون رو استفاده کرد. از چه زمانی به این شیوه سخن گفتید و با این حساسیت و چرا باید اصلا حساسیت داشته باشیم روی این موضوع؟ خوب، این پرسشی است که بارها از من شده است. من هم پاسخ دادم. میکوشم که پاسخی کوتاه دیگر بار بدهم. از دید من زبان تنها ابزاری نیست که ما به یاری آن با دیگران پیوند میگیریم. سامانه ای از آواها، آواهایی که هنگامی که با یکدیگر میپیوندند اندیشه ای، پیامی یا معنایی را آشکار می‌دارند. کارکرد زبان بسیار بنیادین‌تر و نهادین‌تر است. زبان ساختار اندیشه و جهانبینی ما را می‌سازد. در پی آن خوی و خیم و منش ما را. ما به یاری زبان می‌اندیشیم. اون چه ما اون را اندیشیدن مینامیم به راستی گفتگویی است خاموش با خویشتن. ما به هنگام اندیشیدن همچنان از زبان بهره میبریم. من چون به فراخی در این باره نوشتم، گفتم، بیش به این زمینه نمیپردازم. تنها برای اینکه شما خود کار کرده زبان را از این دید بیازمایید و بدانید، به شما میگویم که در گوشه بنشینید، بیاغازید به اندیشیدن، در همون هنگام همچنان بیاندیشید که چه میکنید. اون چه اون را اندیشیدن مینامید براستی چیست؟ به هیچ گمان پاسخ خواهید داد که واژه ها را از ذهن می گذرانید. ما به یاری
واژگان که نمادهای گفتگو در اندیشیدنند میاندیشی. اگر واژه نباشد نمیتوانیم اندیشید. چرا؟ زیرا ساختار ذهن و اندیشه ما را بینایی میسازد. چشم به اندازه سر، مغز در این ساختار کارکرد دارد. ما به یاری توانش‌های حسی خیش با جهان پیرامون، در پی اون حتی با جهان درون خیش پیوند بگیریم. جهان پیرامون را، جهان درون خود را میشناسیم. بهره بینایی در اون میان بیش از دیگر توانش هاست. برای همین است که در بسیاری از زبانهای جهان، از اون میان زبان فارسی، دیدن برابر با اندیشیدن به کار میبرد، به کار برده میشود. واژه های مانند جهانبینی، نگره، دید، دیدگاه، دیدمان، نظر، نظریه، آشکارا پیوند دیدن را با اندیشیدن نشان میدهد. زبانی کژمژ، بی اندام، آشفته، تاریک، نارسا، اندیشه و بینش و منشی همساز با خیش را پدید می آورد. من به آواز بلند می گویم، به برهان اون چرا خواهم گفت آشکار داشتم که در میان زبانهای شناخته جهان، زبانی که از دید ساختار پویاترین و پیشرفته ترین است، زبان فارسی است. به استواری میگویم دیگر زبانهای جهان در ساختار اگر بپایند و بپویند، سرانجام به همون ساختاری میرسند که زبان پارسی بدان رسیده است. اگر این زمینه را هم بخواهم بکاوم، سخن دیری به درازا خواهد کشید. در این باره هم به فراخی نوشتم. چرا؟ زبانهای ایرانی سرانجام رسیده اند به زبان فارسی. زبان آینه فرهنگ هست. زبان اونچان که گفتم پیوندی تنگ با اندیشه، با جهان درونی ما دارد. ایران همواره در درازنای تاریخ خود سرزمین فرهنگ بوده است. دگرگونی های فرهنگی در زبان کارگر افتاده است. اون چرا زبان بدانها از آن دید که زبان است نیاز نداشته است، اندک اندک یک به یک به کناری نهاده است. سرانجام زبان پارسی پدید آمده است. باز دریغم می آید که این گفته فرزانه نامدار
آلمانی که از تبار انگلیسی است باری دیگر با شما در میان نگذارم. انگلس در نامه ای که دوست خود مارکس نوشته است دیدگاهی را در باره زبان پارسی در میان نهاده است. سخن از یکی از فرزانگان جهان است. میگویند انگلس 40 زبان را میشناخت. با چند زبان آشنایی ژرف داشت. اگر چنین کسی سخنی درباره زبانی بگوید پیداست که اون سخن سخنی است پایه‌ور، اندیشیده، برهانی که به آسانی نمیتوان از اون چشم در پوشید. او در آن نامه به مارکس مینویسد: اگر دوست هر دوی ما وایتلینگ با زبان پارسی آشنایی داشت، گمشده خود را که زبان جهانی است یافته بود. انگلز هیچ پیوندی با ایران و ایرانی نداشت که بخواهد سخنی بر گزاف بگوید که ما ایرانیان را خوش بیفت. دانشورانه سنجیده است و عرض یافته است و ارزش زبان پارسی را دانسته است. من ساختار این زبان را هنگامی که در یکی از دانشگاه‌های اروپا درس می‌گفتم در 4 دیدار به دانشجویان آموختم. دانشجویانی که 1 واژه از زبان پارسی نمی‌دانست. ساختار را شناختم، آموختم. از اون پس ما به واژه ها پرداختیم. کدام این زبان چنین است؟ این از سر شیفتگی به فرهنگ ایرانی و زبان پارسی نیست. من اگر زمان بود برهانهای خود را هم در میان میگذاشتم، اما به همین نمونش این سخن کوتاه بسنده میکنم. پس برانم که دریغی است بزرگ که ما ارج این زبان را ندانیم. بر این زبان ستم روا داریم، اون را با وام واژه ها بیا کنیم. کمترین آشکارترین گزندی که وام واژه ها به زبان پارسی میزنند آن است که ساختار نقض، خونیایی، آهنگین، گوش نواز آوایی اون را در هم میریزند. واژه‌های دیگر وام واژه‌ها بارها گفته ام و نوشته در سنجش با واژه‌های پارسی واژه‌های بیابانی اند، شهرائی نشده اند. قلمروهای ساختاری دیگر زبان خب سخنی است که نمیخواهم بدان بپردازم تا این گفتار به درازا نکشد. البته ما دوست داریم که این گفتار به درازا بکشد، ولی خب به این موضوع وقتی که در مورد چیستی ایران صحبت در مورد پرسش چیستی ایران صحبت کنیم سعی میکنیم حتما برگردیم. اما یک پرسشی که در ارتباط با روایت
شما از زندگی خودتون وجود داره، اینه که از چه زمانی و با چه رخداد و اتفاقی تصمیم گرفتید که این حساسیت رو در استفاده از واژه‌ها و استفاده از زبان پارسی داشته باشید؟ خب زمان را به باریکی نمیدانم، تاریخ را نمیتوانم گفت، اما 3 دهه‌ای میشود که من این شیوه را در گفتن و نوشتن به کار گرفتم. در اون زمان که آغاز کردم بدین گونه گفتن و نوشتن، اندیشیدم که میباید توانش ها، زیبایی ها، نقضی های زبان پارسی را در کردار نشان داد، نه اون که ما درباره اونها بگوییم و بنویسیم، باید آنها را در زبان خود به کار ببریم. اون آغاز این شیوه در گفتار و نوشتار بود. من همواره یزدان دادار را سپاس گذاردم، هم اکنون دیگر بار سپاس می‌گذارم که این شیوه، حتی شاید بتوانم اون را خیزش بنامم، بسیار بیش از آنچه من می انگاشتم و امید می داشتم با رویکرد ایرانیان، پارسی زبانان همراه شد. امروز من می توانم گفت که زبان پارسی کمابیش پرسمان روزانه ایرانیان شده است. بسیار کسان به شیوه های گوناگون با من پیوند میگیرند درباره اینکه چه کنند که بتوانند به این شیوه بگویند یا بنویسند. هر روز چندین پیامک به من میرسد. کسی در هر کدام از این پیامک ها یک واژه یا چند واژه بیگانه را در میان نهاده است، برابر پارسی آن را خواسته است. حتی در کوچه و بازار گاهی فروشنده ای که کالایی را از او میخواهم خرید، یا رهگذری که مرا در خیابان میبیند، کسانی از این گونه درباره زبان پارسی از من میپرسند. چندین تن به من گفتند، بیشتر دانشجویانم، که پدر من روستایی است، گویش و زبانی دیگر هم دارد، اما هنگامی که شما سخن میگویید می نشیند گفتار شما را از آغاز تا انجام می شنود، بی اون که به درستی دریابد شما در چه زمینه سخن میگویید. این پدیده نخست در چشم من شگفت‌آور بود، اما سرانجام راز اون را دریافتم. از 2 روی این زبان برای ایرانیان فسونبار است. یکی همان است که گفته شد، اون دیدگاه فراگیر است، آهنگینی، خوشاوایی. دو دیگر این که حتی اگر
مردی زنی ایرانی که به زبان و گویش دیگری سخن میگوید، پارسی را میشنود و بر پایه اون دستان زیبا پیل جان او فرایاد هندوستان ایران می آید. ایران بزرگ، ایرانی که در نهان و در نهاد ماست، زنده تر از ایرانی که در برون می بینیم، زیرا آن ایران با یادمانها، با نیروهای روانی و رانعی، رانعی را من به جای عاطفی به کار میبرم، پیوسته است. گفت این سخن پایان ندارد ای قباد، به ناچار باید پایانی بران بنه. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر موافق باشیم بریم سراغ پرسش اول، که البته میدونم وقتی که آدم صحبت‌های شما رو درباره ایران، دانشتون و شیفتگیتون نسبت به این مفهوم، این ایده و تاریخ این سرزمین میدونه، ممکنه پرسشی خیلی سخت باشه و ابعاد مختلفی پیدا بکنه و ممکنه که ما در این برنامه با توجه به زمان به بقیه سه پرسش دیگه نرسیم، اما دوست داریم به صورت مفصل و کامل بدونیم که وقتی که کلمه ایران طرح میشه و کسی کلمه ایران رو به زبان میاره، آقای دکتر کزازی چه ویژگی هایی برای ایران در ذهنشون پدیدار میشه و ایران به طور کلی برای شما چیست و با چه ویژگی هایی تعریف میشه؟ به نام آن بود برین بیچون، آن بشگون ترین بشگون که ایران را آفرید، این سرزمین سپند اهورایی را که همواره در درازنای تاریخ سرزمین فر و فروغ و فرهنگ و فرزانگی بوده است. ایران چه به یاد من می آورد؟ پرسشی است که پاسخی یگانه نمی تواند داشت، بسته به آن که در زمان پاسخ من در چه حال و هنجاری باشم، پاسخی دیگر به ناچار بدان داده خواهد شد. اما شاید بتوانم گفت پاسخی که اگر از این پاسخهای گونه گونه پرشمار آماری بگیریم، بیشتر در یاد و اندیشه من ناخواسته و ناآگاه سر بر خواهد آورد فرهنگ است. ایران را من همچنان به برهان بر پایه پیشینه ایرانی، بر پایه آنچه ایرانیان در درازنای زندگانی خیش و انجام رسانیده اند می دهم فرهنگ است. ایران سرزمین فرهنگ است، فر و فروغ آن
پرآوازگی آن، ارج و ارزش بسیار آن نیز همچنان در گرو فرهنگ. اگر ما بخواهیم به فرهنگ ایران بیندیشیم، به چگونگی آن، سپس بدین پرسش ناگزیر بنیادین پاسخ بدهیم که ایران چیست، یا به شیوه ای رساتر و روشنتر چیستی ایران کدام است، نخست می باید بدانیم که از کدامین ایران سخن میگوییم، زیرا ایران یگانه و یک پارچه نیست. ما از نگاهی فراخ، فراگیر با سه ایران روباروییم. یکی ایران کنونیست، ایران در جغرافیای فرمانورانه، ایرانی که هم اکنون در آن کاشانه داریم. ایران دیگر ایران تاریخی است که بسیار پهناورتر، دور مرزتر از این ایران است. ایران مادی، ایران هخامنشی، ایران اشکانی، ایران ساسانی، ایران در روزگار نو، پیش از آن که سرزمین های از آن بگسلند، این ایران تاریخی است. سومین ایرانی است که از این دو فراختر است، ایران فرهنگی، دامنه آن گسترده تر از ایران تاریخی است. فرهنگ ایران به سرزمین های راه برده است که هرگز بخشی از ایران تاریخی نبوده اند. می توان از ایرانی دیگر هم یاد کرد. این ایران، ایران چهارمین، ایرانی است می توانم گفت زمانمند. این ایران از آن روی زمانمند است که باز می گردد به ایران نو، ایران پس از اسلام. این ایران هم گونه ای ایران فرهنگی است، یا اگر بخواهم باریکتر، رساتر سخن بگویم، ایران هنری یا ایران ادبی است.
در این روزگار از سرگذشت ایران گونه ای جهان شاهی پدید آمده است، همچنان فراختر از ایران فرمان رانانه که من اون را جهان شاهی زبان پارسی می نامم. زبان فارسی به یاری ادب شکرین و شیوا و شورانگیز و شکربیز و شاهوار خیش مرزها را در نوشته است. بر پهنه ای گسترده فرمان رانده است، هنوز هم می راند. از بخشهای اپاخترین چین کاشقر برای نمونه این جهانشاهی آغاز میگیرد تا قیروان ریخت تازیکانه کاروان پارسی است. کسانی به زبان فارسی سروده اند، نوشته اند که نه تنها ایرانی نبوده اند، در پی آن پارسی زبان حتی گاه با ایران دشمنی می‌ورزیده اند. با فرمان روایان ایرانی در نبرد و آورد و ستیز و آویز و کشاکش بودند. یک نمونه روشن آشکار شاهان عثمانی است. این فرمان روایان با پادشاهان ایران نبردهای خونبار داشتند، اما به زبان پارسی می سرودند. پاره ای از آنان دیوان دارند. این نکته همچنان یکی از اون نکته های نغز است که من چندین بار از آن یاد کردم. مردان فتاحی که در کنار من نشسته است و به من می گفت که نوشته ها و گفته های مرا خوانده است، به گمان بسیار با این نکته آشناست. خوب، یکی از پادشاهان عثمانی بر آن سر می افتد که با پادشاه فرانسه لویی چهاردهم که خود را خورشید شاه می نامیده است، روا دو سولی، پیوند بگیرد. می کوشد که بهترین ارمغان را برای او بفرستد. این ارمغان چیست؟ بر نوشته ای از گلستان سعدی
برنوشته ای که خود از دید پیکره آفریده هنری بوده است. گلستان را خوشنویسی چرب دست خوش نوشته بوده است، با ریز نگاره های هوش ربای آراسته می شده است. شیراز بندی استاد بهترین شیرازه و پوشینه را برای اون پدید می آورده است. کناره های زرین برگ ها داشته اند. همه آنچه در یکی از هنرهای شگفت و نقض ایرانی که می توانیم اون را دفترارایی بدانیم، بنامیم، به نمود می آمده است. گلستان این چنین را می فرستد برای اون پادشاه خودکامه خیشتن رای بر خود فریفته لویی چهارده. پادشاهی عثمانی یکی از شاهکارهای سخن پارسی را میفرستد برای پادشاهی فرانسوی. خب چرا دیوانی از زبان بومی خود را نفرستاده است؟ بخش نقص‌تر و نابتر این نکته آن است که در روزگار ما هنگامی که اردوغان به آمریکا می‌خواست است رفت همراه با بانوی خیش، بر پایه هنجار این بانو می‌خواست است ارمغانی ببرد برای بانوی نخستین آمریکا. چه ارمغانی را برمی‌گزیند؟ ای شگفتا شگفت، دفتری از سروده های مولانا را. جهانشاهی است. من نمیدانم بانوی اردوغان پارسی میداند یا نه. اون چرا میفرستد می تواند خواند و دریافت یا نه؟ اما چرا سروده های مولانا را برمی‌گزیند؟ این افسون زبان پارسی است که با نیروی شگرف سخن پارسی درآمیخته است، سرزمین های گوناگون را یک به یک گشوده است، به فرمان درآورده است. خوب، از کدامین ایران هنگامی که می‌خواهیم به آن پرسش پاسخ بدهیم که ایران چیست، می باید یاد کنیم درباره کدامین ایران می باید من سخن گفت؟
هر کدام از این نمودهای ایران به گونه‌ای بر جهان کارگر افتاده است، جهان را به شگفت آورده است. بخشی از اون ایران دیگر را پدید آورده است، ایران فرهنگی، ایران هنری، ایران اندیشه‌ای. از مادها اگر بخواهیم پاسخ را بیاغازیم، مادها بر فرهنگ جهان در روزگار خیش کارگر افتاده اند. نمودها و نشانه های بسیار در زبانهای مردمان دیگر در فرهنگشان از آن روزگار میتوانیم یافت. یک نمونه بیاورم برای شما. واژه ماژ در فرانسوی یا میج در انگلیسی واژه ایرانی است، ریختی است از مغ. مغان مادی آوازه بلند داشته اند در دانایی، و ویژه در دانشهایی که دانشهای نهان خوانده می شود، علوم خفیه. کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا، اونشان که در روزگاران سپسین اونها را نامیده اند. به درست از همین روز که این واژه در زبانهای اروپایی به معنی تردست، رگ‌آمیز، شعبده‌باز یا کسی که میتواند به کارهای شگفت‌انگیز و رازآمیز دست بیازد به کار رفته است. از همین روز که فرانسویان اون مرد شگرف آینده نگر رازگشای نوستراداموس را لماج میگویند، به سخن دیگر او را مق مینامند. مگر نه این است که هنگامی که عیسی مسیح در آغل گوسپند به جهان می آید، سمق که زادن او را از پیش دیده اند، راهی دراز را می پیمایند، بدان آغل می روند، سه ارمغان به نوزاد میدهند. یک نمونه دیگر بیاورم. یکی از چهره های افسانه رنگ اسطوره ای در داستان های ایران باستان
میده است. میده نام زنی است که پرآوازه بوده است در نیرنگ، در فریب، در فسون. دلدار جاسون یا جیسون بوده است. او را در رسیدن به پشم زرین یاری می‌رساند. به گمان بسیار میده نامی است که از ماد ستانده شده است. در افسانه آمده است که او به آسیای برین می رود، با پادشاهی نیرومند پیوند می گیرد، از این پیوند شاهی دیگر پدید می آید به نام میداس. میداس هم از ماد می باید ریشه گرفته باشه. نمونه های دیگر می توانم آورد، به همین بسنده می کنم. در ایران هخامنشی هخامنشیان توانمندترین، پهناورترین جهانشاهی را پایه ریختند. چگونه؟ پاسخ این پرسش بسیار نازش خیز است، در همون هنگام شگفتی انگیز. نازش خیز برای ما ایرانیان، شگفتی انگیز برای دیگران. 24 سرزمین در فرمان کوروش بزرگ بوده، بخشی از جهانشاهی هخامنشی شمرده می شده. اما بیشینه این سرزمین ها، 21 سرزمین بی جنگ به این جهانشاهی پیوستند. حتی در اون نبردهای دیگر مردم کشورها از درون ایرانیان را یاری می رسانیدند، مانند گشودن لیدیه یا بابل. بابلیان از درون باروهای شهر خیش راه را بر ایرانیان گشودند. چرا؟ چون مردم این سرزمین ها به استواری باور داشتند که اگر بخشی از جهانشاهی هخامنشی باشند، آزادتر خواهند بود، سرزمینی آبادتر خواهند داشت. همگان می دانند هنگامی که کوروش سرزمینی را می گشود، با مردم اون سرزمین به همون گونه رفتار می کرد که با مردم خیش. آیینشان را گرامی می داشت،
به پرستشگاهشان میرفت، خدایشان را ارج می نهاد. اگر در بند بودند می رهانیدشان، چیرگی ستم و سیاهی را از آنان برمی انداخت. پس همه آغوش می گشودند به آن که بخشی از جهانشاهی هخامنشی باشد. کوروش شهریاری بود که دشمنان کینتوز ایران را به ستایش وامی داشت. یونانیان که با ایرانیان دشمنی می‌ورزیدند او را پدر مردمان برمی‌نامیدند. از همین روز که در نامه سپند و آیینی ابرانیان از کوروش به ستایش سخن رفته است، او را از رهانندگان دانسته اند. در نبی هم نامه سپند مسلمانان بر پایه انگاره‌ای پایه‌ور کوروش ستوده آمده است. در برنامه خیش خداوند دوشاخ یا ذوالقرنین چهره ایست بی همتا در نه تنها تاریخ ایران، در تاریخ جهان. بسنده است که ما رفتار کوروش را با رفتار فرمان روایان دیگر در اون روزگار بسنجیم. هیچ پیوندی در میانه نیست. پادشاهان آشور یا بابل هنگامی که سرزمینی را می گشودند از کشته پشته می ساختند و از شهر پشته دیگر از خاکستر. هنوز دیگران فرزند خود را به نام کوروش می نامند، فرزند پسر را. داریوس ریختیس از داریوش شاه دیگر هخامنشی، سیروس ریختیست از کوروش. میرسیم به روزگار اشکانی. من شتابان میگذرم. یه پرسشی که در ارتباط با دوره هخامنشی و کوروش طرح میشه آقای دکتر، این پرسشی که آیا کوروش رو باید به منزله یک فرد در نظر بگیریم که در تاریخ جهان و در تاریخ حکمرانان جهان بی همتا بوده و الگوی دگرگونه ای از رفتار یک حاکم با مردمان سرزمینی که در اون حکم روایی میکرده رو روا داشته، یا اینکه از کوروش داریم وقتی که انگامی که از کوروش صحبت میکنیم در مورد یک نظام اندیشه‌ای داریم صحبت میکنیم که طبیعتاً کوروش تبلوری از اون نظام اندیشه‌ایه؟ میخواستم ببینم نظر شما در ارتباط با این چیه؟ خب چرا باید ما کوروش را از زمین به آسمان ببریم، به آسمان پندار، به آسمان افسانه؟ نشانه هایی بر جای مانده است که آشکار می‌دارد کوروش چهره ای تاریخی است.
اگر در تاریخ ایران نمودی ندارد آشکارا، اون داستانی است دیگر. اما در آبشخورهایی که نیرانیان، مردمان کشورهای دیگر، یونانیان نوشتهاند، خب از کوروش سخن رفته است. اما چهره های بزرگ، چهره هایی که بسیار بر روزگار خیش، سپس بر تاریخ کارگر افتاده اند، اثر نهاده اند، می توانند به نمادهای اسطوره‌ای دیگرگون بشوند. اون داستان است دیگر. کوروش هم چنین شده است. افسانه های پیرامون زادن او، زندگانی او، اندک اندک پدید آمده است. این نکته را هم من بیافزایم، نکته است بسیار باریک، که نخستین نمود مردم سالاری، دموکراسی در تاریخ باز می‌گردد به روزگار هخامنشیان. این شیوه فرمانرانی که بسیاری برانان بهترین شیوه است، در ایران آغاز گرفته است، نه اون چنان که به آواز بلند تا کنون گفته شده است در یونان. هنگامی که گئومتای مق بر می شورد بر پادشاه هخامنشی، خود را بردیا می نامد، یا اسمردیس، از همین روی او را بردیای دروغین برنامیده اند. ایرانیان بر او بر می شورند، داریوش او را از اورنگ به زیر می کشد، می خواهند شهریار آینده را برگزینند. چه می کنند؟ آیا با یکدیگر به ستیز می پردازند؟ خون همدیگر را می ریزند؟ نه، به شیوه آزادوار مردم سالارانه شاه آینده را برمی‌گزینند. چندین تن از سالاران ایران خوب می‌خواستند به پادشاهی برسند. در آرامش، در آشتی برمی‌نهند که کسی پادشاه بشود که اسب او پگاهان فردا نخست بخروشد. اسب داریوش میخروشد، او به فرمان روایی میرسد. این پیش از اون سامانه های مردم سالاران است که در یونان میبینیم. در سنگ نوشته داریوش هم آمده است. ما در چنین سرزمینی میزیم
ایران اشکانی، ایران در روزگار اشکانیان یکی از زرین ترین روزگاران خود را می‌گذرانیده است. من تنها به یک نمونه بسنده می‌کنم. اون نمونه همین است که ما ایرانیان امروز پس از صدها سال بیان که بدانیم و بخواهیم اشکانیان را ارج می‌نهیم، گرامی می‌داریم، حتی روزانه. چگونه؟ در زبان. نام تیره اشکانیان پرثاو بوده است. این نام بر پایه ریختارهای دیگر گشت آوایی در زبانهای ایرانی شده از پلهو، ربله بدل می شود ث به پرساو پلها. جا به جایی رخ داده است در پ و ه شده است پهلو. خوب، اشکانیان مردمی بودند که هم در جنگاوری دلیری، سپاهیگری آواز داشتند، هم در فرهنگوری، آزادمنشی، فراخنگری. به درست از همین روست که اروپاییان به پاس دلاوری اشکانیان، شیوه شگفتشان در نبرد، واژه پارتیزان را به کار میبرند. پارتیزان ریخت فروزه‌ای است، صفتی است از پارتیزه، در زبان فرانسوی به معنی به شیوه پارتی جنگیدن. هنگام این که سخن از جنگندگان است که به یک باره می تازند و در تازش خود کام می یابند و نهان می شوند، این واژه در کار می آید. از دیگر سوی ما در زبان پارسی هنوز هر آن چرا گرامی است، گرانمایه است، درخشان است، با فر و فروغ است، در گونه خود بیمانند است، باز می‌گردانیم به اشکانیان. برای نمونه جامعه پهلوی، گوهر پهلوی، زبان پهلوی، چارانه‌ای بازخوانده است به خیام که در آن از زبان پهلوی سخن گفته است. خواست او زبانی نیست که در روزگار اشکانی به کار می رفته است. زبان زیبا، نغز، دلپذیر خواست اوست. روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سر.
ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. بلبل به زبان پهلوی بر گل زرد فریاد برآورد که می باید خورد. یا خواجه گفته است در آغازینه ای فرازینه و نازینه، بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخاندوش درس مقامات معنوی. ناگفته پیداست که هزار آوا بلبل زبان پهلوی نمیدانسته است. پس پهلوی اینجا به همون معنایی است که گفته شد. یا ما همچنان در زبان پارسی پهلو را در معنی آبادی شهر به کار میبریم. در شاهنامه بارها از دشت و پهلو سخن رفته است. پهلو در برابر دشت است، دشتی که هیچ خانه ای در آن نیست. این یادگارها از روزگار اشکانی بر جای مانده است. در روزگار اشکانی همه دینها پسندیده بود، پذیرفته بود. مردمانی از تبارهای گوناگون در ایران در آسایش میزیستند. سپس میرسیم به روزگار ساسانی که نزدیکتر است به ما، بیشتر درباره آن میدانیم. ساسانیان خوب همچنان گونه ای جهانشاهی پهناور را پای ریختند، اما من میباید بگویم که به بیراهه در افتادند. این بیراهگی هم به آنان زیان رسانید، زیانی سترگ هنگفت، هم به ایران. در روزگار هخامنشی و اشکانی شیوه فرمان رانی در ایران شیوه بود که اون را از نگاهی بسیار فراخ میتوان با شیوه ای که هم اکنون چند کشور آن را در کار می آورند سنجید. اون را شیوه فدراتیو میگویند. آمریکا به همین شیوه سامان داده میشود. برای نمونه در ایران هخامنشی و ایران اشکانی هم ایران به سرزمین هایی بخش میشد، مانند استان در روزگار کنونی. بر هر کدام از این سرزمین ها شاهی فرمان میراند. این شاه از نگاهی کلانتر، فراختر در فرمان شاه بزرگ بود که او را از همین روی شاهانشاه یا شاهنشاه می نامیدن، شاه شاهان. اون شاه در زمینه هایی آزاد بود که سرزمین خود را به اون شیوهی که می پسندد سامان بدهد. اما در اون نگاه کلان پیرو شاهانشاه بود.
باج میفرستاد برای شاهنشاه، از سوی دیگر هر زمان نیاز بود سپاهی را هم به یاری سپاه او گسیل می‌داشت. امروز شما می‌بینید در همون کشوری که از اون نامی رفت که از ایالت‌های پدید آمده است، پاره از این ایالت‌ها در زمینه‌هایی آزادند. در ایالتی به آسانی میتوان از همسر خود جدا شد، در ایالتی دیگر نمیتوان. در ایالتی افغانگی، واژه کهن پارسی سقط جنین است، آزاد است، در ایالتی دیگر نیست. سامانه آموزشی در ایالت ها میتواند دیگرگون بشود. در ایران هخامنشی و ایران اشکانی هم کمابیش این شیوه فرمان روایی به کار گرفته میشده است. اما پادشاهان ساسانی این شیوه را برانداختند. کوشیدند که ایران را از هر دید یگانه و یک پارچه بگردانند. همین مایه آسیب پذیری آنان شد. سرزمین بسیار پهناور بود، آزمندی میتوانست به شهرهای مرزی ایران بتازد، مردمان را بکشد، هرچه را هست به تاراج ببرد تا سپاه از پایتخت به اون سرزمین میرسید آنان گریخته بودند. آنان کوشیدند که آیین یگانه را در سراسر ایران که اون را ایران شهر یعنی سرزمین ایران می‌نامیدند بگسترند. از همین روی با پیروان آیین‌های دیگر به درشتی و سختی رفتار می‌کردند. اما به هر روی ایرانیان هم در روزگار ساسانیان همچنان اون فر و فروق فرهنگی خیش را پاس می داشته اند. من تنها به یک نمونه بسنده می کنم. در ایران ساسانی دانشگاهی پدید آمده بوده است به نام دانشگاه گندی شاپور. این دانشگاه با دانشگاه‌های بزرگ امروزین جهان از دید چگونگی و ساختار پهلو می‌زند. در کنار دانشگاه که هر اون چرا دانشگاهی نیاز دارد در خود داشته است، برای نمونه کتابخانه‌ای بزرگ، آموزشگاه‌های گوناگون، شهرکی دانشگاهی هم ساخته شده بوده است. هنگامی که ویرانه‌های شهر گندی شاپور رو از اون میان دانشگاه اون را بیرون کشیدن مایه شگفتی شد. دانشگاه تنها نبود، شهری دانشگاهی بود.
این را هم شاید می سزد بگویم که اون جامعی که در کشورهای اروپایی فرهیختگان بر تن می کنند به گمان بسیار بر پایه نشانه های برگرفته از جامعه بوده است که فرهیختگان در دانشگاه گندی شاپور بر تن می کرده اند در جشن فرهیزش، جشنی که در پایان دوره آموزشی برگزار می شده است. خب من بیمناکم که اگر بیش سخن بگویم این تاراواها بر من بشورند. من بسیار بر تاراواهای خیش تا کنون ستم روا داشتم. چندین بار بر من شوریده اند، اما من مانند هر ستمگاری دیگر پند نگرفتم. به جای اون که دست باز دارم از آزارشان، بیش آنها را آزردم. هر بار که می شورند این شورش هم سهمگین تر است، هم دیریازتر. اما اندک اندک می کوشم که کمتر بیازارمشان، چون بیم دارم اونچنان بر من بشورند که بیش توان سخن گفتن نداشته باشم. این هم گفته شوخ بود کما بیش در پایان این گفتار. بدرود. سپاسگزارم آقای دکتر. پس با این توضیحاتی که فرمودید ما پاسخ به پرسش چیستی ایران رو و سه پرسش دیگر رو حالا باید واگذار کنیم به برنامه های بعد. برنامه یا برنامه های بعد. اگر بخواهید که من همچنان سخن بتوانم گفت. حتما. اگر نه میتوانید ببینید تا چه تاراواها ها یاری میکنند. چه زمانی هم از کار میفته. فقط برای حسن خطاب این برنامه و یک پایانی بر این برنامه میخواستم اگر تاراواها کمک کنن نظرتون رو در مورد این مصرع بگید و بعد برنامه رو بعد از پایان نظر شما به پایان ببریم. قسمت اول این برنامه رو. خوش آباد نوشین ایران زمین. خوب شما بر لختی بر مصراعی انگشت نهاده اید. می دانم آگاهانه اندیشیده چنین کرده اید که در چشم من به دیوانی می ارزد این چند واژه خوش آباد نوشین ایران زمین. می‌بینید که کمی مرا دگرگون کرد. شگفت‌آور است. خوشا باد نوشین ایران زمین. از چهار پنج واژه ساخته شد. از دید زیبا شناسی هم سروده ای اونچنان مایه‌ور نیست. تنها هنری که در این لخت به کار رفته است باد نوشین است. نوشین فروزه شده است برای باد. باد مزه ندارد. چرا استاد باد نوشین گفته است؟ نوشین از دید زیباشناسی سخن
کنایه ایست از دلپذیر خوشایند. اما این لخت از دید من اونچنان از کارمایه های روانی و رانعی آکنده است، آنچنان از جرفای جان فردوسی برآمده است، آنچنان هنگامی که او اون را می سروده است بر خود می شوریده است که بر خواننده، بر شنونده دلاغاه کارگرم افتاد. دست کم بر من چنین است. هر زمان من این لخت را بر زبان می رانم دگرگون می شم. خوشا باد نوشین ایران زمین. پیداست که استادان استاد سخن پارسی، پیر پاک و پارسای دری، که روانش در مینوی برین شاد باد، زمانی این لخت را سروده است که ایران را آشفته، پریشان، بیسامان، نژند، نوان می‌دیده است. یک سر به دور از آن ایرانی که او می‌شناخته است، اون ایرانی که از دید او میبایست میبود، دردی، دریغی، سوزی سهمگین سترد در این لخت نهفته است. سر اون رو در نمیآورد. اون چه سر زیبا شناسانه از آن در میتواند یافت همان است که گفته، هیچ ترفند دیگر هنری در آن نیست، در توان سر نیست که بداند این لخت چه لختی است. اما دل میداند، در مییابد اون نیروی شگرف نهفته را، دل تنها میتواند بشناسد. اگر به دل با اون پیوند بگیریم، بسیار بر ما کارگر خواهد افتاد. خوشا باد نوشین ایران زمین. سپاسگزارم آقای دکتر. این قسمت اول برنامه ایران به روایت میر جلال الدین کزازی بود. امیدوارم مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. در قسمت‌های بعدی این برنامه سعی می‌کنیم به پاسخ آقای دکتر کزازی به نیمه دیگه ای از پرسش اول، چون پرسش اول هم به صورت کامل و پایان نرسید، بپردازیم و در حد امکان به سه پرسش دیگه مجموعه ایران پایدار هم در اون برنامه‌ها پرداخته خواهد شد. مثل همیشه پایداری ایران و شادکامی همه ایرانی‌ها آرزوی همیشگی ماست. خوشا باد نوشین ایران زمین. خدا نگهدار.